بچه ها تو خار و ذلیل میشه. اون نکبت خاری جمهوری اسلامی تو این خیابون دیدم، خدا را شکر میکنم. درود بر ایرج میفرستن که این همه واقعا تحمل کرد که این دادگاه رو به اینجا برسونه. یعنی واقعا قابل تغییره. یعنی نمیدونین چقدر 92 روز زجر کشید تو این خیابون. خیلی واقعا ارزش داره، خیلی خوشحال کننده. جمهوری اسلامی بیا ببین، لبخند ما هم ببین، ما از خونه و زندگیمون آواره کردیم. فکر میکنی؟ امیدوارم که هر چی زودتر نوبت خودت هم برسه. تو کاخ مرمر گرفته نشسته، اسم عوضی برای خود درست کرده، کاخ جمارم. برای من این حکم منظور و این حکم نیست، منظور و اون مراحلی بود که تو دادگاه گذشت، چیزی که واقعا ما، من 34 ساله تو این سوئد اقدر تلاش کردم، اقدر مصاحبه کردم، اقدر رفتم تو سفارت ها صحبت کردم، حتی تو مجلس سوئد رفتم صحبت کردم، اقدر زحمت کردم. میگه کسی باور میکه؟ فکر میکردن ما داستان میگیم. من اون مراحل رو براش خوشحال هستم. اگر نه ایت و فاله واقعا هر جا میخوا باشه دیگه، برای ما هیچ ارزشی نداره. برداشتی که ما از این دادگاه کردیم برامو ارزش داره. امروز اگر بعد از این من با یکی مصاحبه بکنم، بعد جلو یکی بگیرم که بگم چرا تو ای تو با جمهوری اسلامی همکاری میکنی، اینجا کاربیت به من گفت برای ما بیزینیسه، فردا بهش میگن تو قاتلی، او خونه که تو ایران ریخته میشه شما یا شریک هستید، کما که پارلمان اروپای هم شریکه، او خونه که تو ایران ریخته میشه، او عزیزایی که رو زمین ها میکشن مثل که بره جیغ و داد میکنن، دختر ایرانی گناهش گردن پارلمان اروپای هم هست. وقتی میدونن که یه روز بر جامشون عقب میخوابره، میدونم جیلوشون بگیرن، نهر میترسن، میگن دوباره یک کاری بکنیم که بتونی ایرانو به چاپین بیاری. هرچی میشه، نه عدالته، نه انصافه، نه انسانیته، هیچی نیست. هیچ که به داد مردم ایران نمیرسه جز خودتون مردم ایران، خودتون مردم ایران. اون شب اخبار گوش میکردم، میگو 4000 تا دکتر میخواه از ایران بره. عزیزان خواهش میکنم وایسین تو ایران، حقتون رو بگیرید. خامنه ای کی رهبر کردش؟ خودش و اسلامش گورش بم کنه از ایران بره. چی میگن اینا؟ چی تا بچه های مردم تو گور برن بخوابن؟ جوانه مردم دارن کشته میشن این همه، هر روز. از روزی که جمهوری اسلامی آمد، سرهنگا، سروانا، خلبانا، اینا پول مردم ایران خرجش میشده بود. کشت، قهرمانه ایرانو کشت و الان که داره میکشه. برای من واقعا هیچ چیزی نداره. من بارها گفتم اگه واقعا عوض میکنن با او عزیزی که میخوان بکشنش بکنن. آره، با صمیم قلب رو میگم، نمیخوان یه خانواده دیان دار بشه مثل من اسیر و بیمون باشه.